سلام دوستان، علی تسرچف هستم و امروز میخوام آموزش تمیز کردن سینه مرغ و خرد کردنش برای جوجه کباب به شما آموزش بدم. بریم که بریم. خب دوستان، اینم از سینه مرغ ما. چاقو باید تیز کرده باشه، حتما یادتون باشه. یه برش از اینجا میدیم، یه برش ریز، یه برش هم از این وسط. اینا چربی های سینه مرغه که ما این چربی ها رو باید حتما جدا کنیم، وگرنه میسوزه موقع پختنش. این چربی ها رو باید جدا کنیم. همچنان این چربی ها رو که میبینی اینا همه باید گرفته بشه و همچنان این تیکه قشنگ باید تمیز باید باشه. بعد اینا چربی هن، یا حتما این چربی ها باید گرفته بشه موقع پختن جوجه. به همین روشی که میبینیم بعد موقع باشین زیاد گوشتش رو نگیریم که حروم بشه. به همین روش این تمیز شد. بیریم سراغ بعدی. اگه دقت کرده باشین این چربی هایی که اینجا هست رو میبینیم، با چاقو یه خوره کوچیک بدین همه شون از بین میره. همه اینا باید گرفته بشه. حتما یادتون باشه اینجا استخون هم داره، استخون ها رو باید حتما بگیریم. قشنگ بی استخون باید بشه گوشت. بله، اینم از این. اینم یه چربی دیگه باز. اینم باید حتما گرفته شه. بله، اینجا می چربی دیگه بازم میبینم. دقت کنید چربی رو. بله، حالا وقتی قشنگ تمیز شد سینه مرغمون، برای ریز کردنش چیکار میکنیم؟ از وسط خورش میدیم، همین شکلی که میبینید، و به این صورت نه، به صورت کجکی خورش میدم. آروم به همین اندازه باشه، خیلی خوب. بینیم سراغ بعدی. از وسط به دونس تبدیلش میکنیم و به همین دست همون میذارم که توی دوربین قشنگ معلوم بشه. به صورت کجکی میبریمش، نه به صورت صاف. کجکی میبریم. حالا به این مواد، به وقتی که همه مرغ ریز شدن، سینه مرغ ریز شدن، به همه شون موادشون میزنیم. حالا اون ادویه‌شون هم من بعدا توی پارت دو بهشون شما توضیح میدم. و همچنان فرفی تر شده سری همه رو سری بیسیم. اینم بعدیش، اینم بعدیش، اینم از این گوشته. خب دوستان، اینم سیه مرغ. بعد این چربی ها رو دیدیم، چربی ها رو باید حتما بگیم چون خیلی ضرر داره. هم موقع پختنش هم آدم متوجه نمیشه که اصلا جوجه پخ یا نه. باشه، چاقوتون هم باید خیلی تیز باشه. بعد برعکسش میکنیم، از وسط دقت کرده باشین. گرده یکم ایبتر بیارم نشون بدم بشون. این حتمی وسطش حتما باید گرفته بشه. از همینجا برش میدیم که زیاد گوشش گرفته نشه. و از همینجا از سمت شفش هم یه برش میدیم. اینا گذروف تقریبا گذروفش باید گرفته شد. این هم از این گذروفش اینجا فرواز میگردیم و این چپ. این استخونه حتما باید گرفته شه. این هم تمیز شد. چنگش خود از بعضی کم بشه، بعضی هم چاقو باید حتما گرفته بشه. و برای بعد این تیک چنگی رو عشنگ ببینیم، نمیدونیم تنگی رو این رو حتما باید گرفته بشه. برشش میدیم عشنگ گرفته شه. اینجا هم چنگی میبینم. اینم باید گرفته شه.
برعکس میکنیم، دست میزنیم استخون داره یا نه. برای یه استخون اینجا داره، یه استخون هم اینجا داره. استخون ها رو به همین شکل میبریم، جدا میکنیم. این استخون ها بعد یه جور بعد ببریم که زیاد گوشتش نگیم. بعد به همین سال بردار گرفتیم بله و شهرش هم میگیریم. اینم از این. حالا میریم سراغ برش، اونو رو برعکس میکنیم از وسط نصف به همین دوشی که من گفتم. چون موقع سیخ زدنش هم خیلی راحت تره، به همین دوشی که گفتم انجام بدیم. همشون رو تیکه تیکه کردیم. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا آموزش‌های بعدی، پیس.